نامه دوم یوحنای رسول. از طرف یکی از رهبران کلیسا به آن بانوی برگزیده خدا و فرزندان او که نه تنها من واقعا آنها را دوست دارم، بلکه همه آنانی که حقیقت را می‌شناسند، زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و تا ابد با ما خواهد بود. خدای پدر و عیسی مسیح پسر او فیض و آرامش به ما عنایت فرماید تا این برکات همیشه در حقیقت و محبت از آن ما باشد. وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو همانطور که پدر ما فرمان داده است بر طبق حقیقت زندگی می کنند، خیلی خوشحال شدم و اکنون ای بانو خواهشی از تو دارم و آن این است که به یکدیگر محبت کنیم. من فرمان تازه‌ای به تو نمی دهم، بلکه همان فرمانی است که از اول شنیدیم. منظور من از محبت این است که مطابق احکام خدا زندگی کنیم. آری، آن فرمان که شما از اول شنیدید این است که باید در محبت زندگی کنید. فریبکاران بسیاری به سرتاسر جهان رفتن، یعنی اشخاصی که قبول نمی کنند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد. اینها فریبکار هستند، اینها دشمن مسیح هستند. مواظب باشید مبادا تمام کارهایی را که ما برای شما کرده ایم باطل سازید. برعکس، ما می‌خواهیم که شما پاداش خود را کاملا دریافت کنید. هر که تعالیمش مطابق تعالیم مسیح نیست بلکه چیزهای دیگر را تعلیم داد، خدا با او نیست. اما کسانی که به تعلیم مسیح وفادار هستند هم خدای پدر را دارند و هم پسر را. اگر کسی نزد شما بیاید و این تعلیم درست را نیاورد، او را در خانه خود نپذیرید و حتی به او خوشامد هم نگویید، زیرا هر که به او خوشامد گوید در اعمال شریرانه او همدست شناخته می شود. اگرچه مطالب بسیاری هست که باید به شما بنویسم، اما فکر می کنم بهتر است آنها را با قلم و مرکب روی کاغذ نیاورم و به جای آن امیدوارم شما را شخصا ببینم و روبرو با شما صحبت کنم تا همه ما کاملا شاد شویم. فرزندان خواهر برگزیده تو سلام می رسانم.